خاطرات یک زندانی از بازداشت تا اخراج از زندان قسمت 21 ادامه بازجویی ها در اطلاعات. این بازجویی ها تا 35 روز ادامه داشت و چند مرتبه هم مرا برای بازجویی به دادگاه انقلاب شعبه 903 بازپرس آقای سلیمانی بردن. خانم سپهری، شما گفتین هنوز از ظلم هایی که بنیاد شهید در حق شما انجام داده می خواهید بگویید. بله، در سال 86 برای گرفتن وام مسکن به بنیاد مراجعه کردم، چون در همان سال در خانه زندگی می کردم که سه دنگ آن به نام همسرم بود و سه دنگ به نام خودم، و در سال 85 همسرم مرا از آن خانه بیرون کرد و بعد از رفتن به و بعد رفت به دادگاه و شکایت کرد که من خانه را ترک کردم، و در دادگاه کیفری به خاطر فحاشی‌هایی که به من کرده بود محکوم شد و ادعای این که من منزل را ترک کردم پذیرفته نشد، و قاضی از من خواست که به خانه برمیگردی. گفتم بله، ولی سه تا شرط دارم، اگر هر کدام از نظر شما قابل قبول نبود هم میپذیرم. قاضی گفت بگو، سه تا شرطت را بگو میشنوم. 1، دیگر به من فحاشی و توهین نکند. ما برای گرفتن 200 تومان نان مشکل داریم. برای خرید جزئی ترین نیازهای خانه باید دعوا و گریه کنم. بدون دعوا و گریه من این خریدای جزئی را برای منزلش انجام دهد. دیگر نمی خواهم با این آقا در منزل مشترک زندگی کنم. یا سهمم را بخرد و یا سهمش را بفروشد. قاضی گفت هر سه مورد قابل قبول و هم قابل اجرا می باشد. من به خانه برگشتم، ولی برای فروش خانه هم اقدام کردم. بعد از انجام دوره قانونی برای فروش اموال مشاع، هزینه وکیل، هزینه کارشناس دادگستری، برگزاری مزایده و افزایش قیمت کارشناسی شده در اجرای احکام، خانه را خودم خریدم و متعهد شدم که ظرف 1 ماه سهم همسرم را به صندوق دولت واریز کنم. برای تهیه این پول به بنیاد مراجعه کردم، واحد مسکن، و تقاضای گرفتن وام مسکنم را کردم. واحد مسکن نامه معرفی به بانک سپه میدان احمد آباد را به من داد. رفتم نامه بنیاد را به رئیس بانک سپه دادم و اونجا مطرح کردم که خانه هست با این شرایط که سه دنگ آن به نام خودم می باشد و سه دنگ به نام همسرم. میشه این مبلغ وام را شما به صندوق دولت واریز کنین و همین خانه به رهن بانک برود. رئیس بانک قبول کرد و گفت از نظر بانک قابل قبول است. لذا شما برگرد به بنیاد و بگو که بانک شرایطم را قبول کرده و آدرس خانه و مدارک لازم را به بنیاد ببر و نامه را برای همین خانه بگو آماده کنن و برای ما بفرستن. من به بنیاد مراجعه کردم، ولی بنیاد نامه را نداد. وقتی من اصرار کردم، مسئول واحد مسکن گفت برو خانم، برو، ما از این پولها به تو نمی دهیم که بری قرض قولهاتو بدی. و من برگشتم به خانه و با هزار زحمت اون مبلغ را فراهم کردم که دخترم فرزند شهید برای اینکه من بتوانم ظرف 1 ماه اون پول را فراهم کنم ماشینش را فروخت و از همکارانش قرض گرفت و خیلی به سختی اون پول را فراهم کردیم. این هم یک خدمت دیگر از بنیاد شهید نسبت به خانواده شهدا. و افسوس که مردم عادی فکر میکردن که این رژیم به خانواده شهدا خدمت میکند و نیازهای مالی آنها را برطرف میکند. و بارها از دوست و آشنا و فامیل شنیدم که شما خانواده شهدا که هیچ مشکلی ندارین، شغل، خانه، کار و هرچی بخواهید بنیاد شهید برای شما فراهم میکنن.